با عرض سلام و تقدیم ارادت از توجهات شما به این برنامه سپاسگزار هستم. میپردازیم به تشریح آیه شماره 263 از سوره دوم قرآن. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى والله غنی حلیم. قول معروف یا زبان خوش، کلام زیبا، کلامی که باعث تقویت روح انسان بشود، کلامی که خود کلام نقش انفاق داشته باشد و دلگرمی ببخشد و مدارا. زبان گویا، زبان خوش، زبان شیرین و همینطور مغفرت و بخشایش از صدقه‌ای که آزاری در پی داشته باشد بهتر است. شما توجه داشته باشید که وقتی صدقه‌ای می دهید، انفاقی می کنید، این انفاق به خود شماست، نه به خدا. خدا احتیاج به انفاق شما نداره. این افتخار به شما داده شده. این بزرگترین افتخار و امتحانی که به شما داده شده که به این لیاقت دسترسی پیدا بکنید و تشخیص بدید که آیا لیاقت این کار رو دارید یا ندارید. بسیاری از ما حتی درک این موضوع رو نمی کنیم که ما لیاقت پرداخت انفاق رو نداریم. یعنی انفاق ما رو قبول نمی کنه خدا. میگه برو هنوز آموزش ببین، برو هنوز تقویت کن خودت رو تا به جایی برسی که مقام دادن انفاق پیدا بکنی، که انفاق از تو پذیرفته بشه. الان شعوری نداری تو به انفاق دادن. پولی که تو میدی فایده‌ای برای خودت نداره. انفاق انفاق باید برای خود تو مفید باشه، نه برای اون کسی که به او انفاق میکنی. به اون کار نداشته باش، به خودت کار داشته باش. و الان من خدا تشخیص دادم که تو انفاق به دردت نمیخوره، چون تو شعوری به انفاق نداری. اگر هم انفاق کنی نمیفهمی که چرا انفاق میکنی، فکر میکنی به اون انفاق کردی، برای همه منت میذاری سرش، برای این تو سرش میزنی، برای این پرخاش میکنی، برای این دماغت رو بالا نگه میداری و استکبار میورزی به او، برای که شعور نداری، نمیخواد انفاق کنی. انفاق به هر وقت فهمیدی که انفاق به خودت میکنی، هر وقتی که فهمیدی که خودت تو داری به خودت انفاق میکنی و اون محتاج وسیله توست که تو با خودت آشنا بشی و به نیاز خودت به انفاق دادن آشنا، نیازمند انفاق کردن هستی. هر وقتی که اون نیاز رو تشخیص بدی لیاقت پیدا میکنی، خدا به تو اجازه انفاق کردن میدهد. حالا میگوید که زبانی که میداری باید زبان خوش باشه، زبان زیبا باشه، زبانی باشه که دلگرم کنه، زبانی باشه که به اندازه انفاق کمک بکنه به کسانی که محتاج محبت و محتاج دلخوشی و محتاج حرکت و امید به زندگی هستند. اینها رو با زبانت به اونها بده. و بعد هم اگر اشتباهی از اینها میبینی، کسانی که بهشون انفاق میکنی اسیر تو شدن دیگه، بدبخت شدن زیر دست تو هم. حالا تو استکبار میخوای به خرج بدی، مرتب با آقایی کن و ریاست کن و معلم اینها باش و با چوب بزن تو سر اینها. زبان خوش، زبان سازنده، مدارا و بخشش، از صدقه‌ای که آزاری در پی داشته باشد بهتر است. و بدان که در امر انفاق و همه امور خداوند بی‌نیاز و بردبار است. خدا غنی و خدا حلیم است.
تو غنی نیستی، تو خودت محتاج هستی. به همون انفاقی که به دیگران میپردازی، خودت تو نیازمند اون انفاق هستی، نه برای دریافتش، نیازمند پرداختش هستی. و یاد بگیر همونطور که خدا حلیمه، حلم داره، تحمل میکنه گناهان تو رو، تو هم یاد بگیر صفت خدایی پیدا کن، گناهان دیگران تحمل کن. آیه 264: ای مؤمنان، بخشش های خود را با منت و با آزار باطل نکنید. مثل کسی که مال خود را برای خودنمایی انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد، مثل این آدم، مثل او مثل تخت سنگی است که بر خاکی باشد و بر آن بارانی تند ببارد و جز سنگ سخت به جا نگذارد. آنانی که از کاری که کردند سودی نمیبرند و خدا کافران را هدایت نمی کند. در این آیه فوق العاده قرآن، آیه قرآن که واقعا حیرت آور است، می گوید که انفاق که می کنی منت و آزار اگر در انفاقت وارد بشه، انفاقی که کردی باطل میشه، گناهانش میمونه، ثوابش از بین میره. اون وقت میگوید مثل کسی که مال خود رو برای ریا، برای خودنمایی انفاق میکنه. و چی شد؟ منت، آزار، ریا. برای این سه مورد انفاق میکنه، این آدم به خدا و روز قیامت ایمان نداره. اگه داشت این کارها رو نمیکرد. مثل او مثل یک تخت سنگه، مثل یک تخت سنگی است که شما این فرض کنید که این خاکه، این دستمال سفید خاکه، این همون تخت سنگه و شروع میکنه به باران اومدن. باران روی این خاکای دور این تخت سنگ میباره و اینها از بین میره و این تخت سنگ سقوط میکنه پایین. چیزی که به جا میماند وقتی باران تمام شد، قبل از باران یک تخت سنگی بوده و یک مقداری زمین حاصلخیز، خاک حاصلخیز. حالا که باران تمام شده، این سنگ افتاده به قعر دریه، دره، اون خاکهای ساختمانی و سازنده هم همه از بین رفته. این مثال عجیب قرآن رو که میزنه، میگوید که انفاقی که با آزار همراه باشه، با منت همراه باشه و برای خودنمایی باشه، فقط ازش اون سنگ سخت به جا میمانه، یعنی گناه نابخشودنی به جا میمانه و ضرر زیان به خودت و به جامعه نکن. اگه میخوای اون رو انفاق بکنی، انفاق نکن، چون ضرر، هر کاری که قرآن میگه تنبیه داره، برای اینکه کار بدیه. اینها همه اخطارهای قرآنه، تذکارهای قرآنه، تنبیهات قرآن. میگه نکن این کارها رو دیگه، یا انفاق نکن. اگر انفاق کردی، انفاق تو با منت و آزار و ریا تو هم بود، به جامعه داری صدمه میزنی، تو تمام امکانات جامعه رو از بین میبری با این کارت، یک جامعه مریض محتاج درست میکنی. نکن این کارو، انفاق تو بر خودت نگه دار. دلهای این مردم رو تبدیل به سنگ میکنی با اون نوع انفاق. شخصیت رو در جامعه از بین میبری. غرور این یتیم رو میکشی، از بین میبری. اگه تا آخر عمر هر روز هم به این یتیم خوراک بدند و غذا بدند و جای خوب بدند و تحصیلات خوب بدند، این هرگز آدم نمیشه. یک موجود ناقص عقده‌ای به وجود میاری. انفاق رو دست کم نگیرید. کسانی که میخوان انفاق کنن، به نظر من باید برن کلاس درس، یاد بگیرن که چطور انفاق بکنن.
این مقدار انفاق مهم و مقدسه. قواعد و قوانین انفاق 110 برابر قواعد و قوانین حج. این به شما چی نشون میده؟ کدومشون با اهمیت دارن؟ هر دو عبادتن. کدام مشروط به دیگری است و کدام مکتسب از دیگری است و کدام ارجح بر دیگری است و کدام میتواند مبطل دیگری باشد؟ چرا برای انفاق 110 قانون در قرآن وجود داره ولی برای حج فکر میکنم که نیمی از قانون وجود داشته باشه؟ چون بقیهش همش مستحباته. قانون واجب در حج خیلی خیلی کمه. حالا قوانین انفاق 100 برابر اونه. این به شما چی نشان میده؟ کدومش با اهمیت تره؟ اگر شما فقط بودجه برای انفاق داشته باشی یا یک بودجه محدودی داشته باشی که این تکافوی انفاق رو نکنه، با این نظمی که در قرآن وجود داره و بر اساس این معیار عقلانیت شما از این مقدار درآمد یا امکانات محدودی که دارید و مشروط هست، شما ارجحیت رو به کدام میدید؟ به موضوعی که 110 بار در قرآن تا قانون داره و توصیه کرده، یا نسبت به چیزی که از یک قانون هم کمتر داره؟ آیه 264. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای مؤمنان، بخشش های خود را، انفاق های خود را با منت و آزار باطل نکنید. مثل کسی که مال خود را برای خودنمایی انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد. مثل او مثل تخت سنگی است که بر آن خاکی باشد و بر آن بارانی تون ببارد و جز سنگ سخت به جا نگذارد. آنان از کاری که کرده اند سودی نمی برند و خدا کافران را هدایت نمی کند. آیه شماره 265. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثل کسانی که اموال خود رو برای خوشنودی خدا و آرامش درونی خود انفاق می کنند، مانند باغی است به زمینی بارور که بارانی تند بر آن ببارد و میوهش دوچندان شود، که اگر باران تند نیز نبارد، نیم بارانی هم کافی است که البته باز هم میوه های او دو برابر شود.
خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. آیه 266. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. آیا کسی از شما می خواهد باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویها در آن جاری باشد و هر گونه میوه‌ای در آن باشد و پیریش فرا رسد و فرزندانی ناتوان داشته باشد، آنگاه آتش بادی بوزد و همه آن را بسوزاند؟ خداوند این چنین آیات خود را آشکار می کند تا شما به خود آیید و به تفکر و تعقل بپردازید. چون در این آیه مطرح می کند این است که کسی یک باقی داره، بهترین میوه ها و گرانترین میوه های اون زمان خرما و انگور که بهترین میوه هاست در اون باغ هست، و در کنار خشکسالی باغ های دیگه این باغ پر از جوی های پر آب جاری است و هر گونه میوه‌ای در آن وجود دارد. چنین باغی و یک چنین ثروتی داشته باشید و پیری شما فرا رسد و فرزندان خرد و کوچک داشته باشید، پیر شدید، فرزندان خردسال دارید، یار و یاوری ندارید، آتش بادی بوزد و اون چی که میوه و باغ و درخت است همه یک جا بسوزد. خداوند این چنین آیات خود را آشکار میکند. انفاق نکردن یا انفاق غلط کردن مانند این است که شما به دست خود آتشباری بر باغ مفید و سرسبز خود ببارید و باغ سرسبز خود رو تبدیل به خشکسال کنید و آتش بر درختان بیافکنید و در مقابل کودکان نیازمند خود به درجه فقر و ناداری و بیچارگی سقوط کنید. انفاق نکردن و یا انفاق غلط کردن معادل این است که شما با انفاق نکردن و انفاق غلط کردن باغ سرسبز حیات و زندگی و امکانات خود رو مقابل می کنید با آتش باد، و آتشی که در اون باد است هستی شما رو به آتش میکشد و اون چه بر جای میماند برای شما پیری و ناتوانی خود و وابستگان محتاج به شماست، کودکان بی سرپرست، کودکان یتیم، کودکان ناچیز و پدر فقیر و پدر مریض و پدر کهنسال و پدر بیمار. به چنین عملی شباهت دارد. آنچه که شما به یتیم انفاق می کنید اگر با مؤاخذ الهی تطبیق نکند، به آینده یتیم های خودتون فکر بکنید که یتیم هایی که از شما به جا می ماند از این بچه ها بدتر خواهد. اگر خدا را قبول دارید، اگر هم خدا وسیله شوخی و تفریح هست که هست برای بسیاری از ما،
اون هم مطلب دیگری است. ای مؤمنان، از بهترین آنچه گرد آورده اید و آنچه برایتان از زمین رویانده ایم انفاق کنید و پلید آن را که خودتان جز به اکراه نمیپذیرید برای انفاق در نظر نگیرید و بدانید که خدا بی نیاز ستوده است. در ادامه کیفیت انفاق قرآن چنین میگوید: از بهترین آنچه که گرد می آورید، بهترین کفشایی که دارید، بهترین کت و شلواری که دارید، بهترین پلووری که دارید، بهترین پیراهنی که دارید، بهترین اتومبیلی که دارید، داره مشکل میشه، بهترین اتاقی که در خانه دارید، بهترین فرشی که دارید، بهترین خوراکی که دارید، بهترین امکانی، بهترین، 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 از بهترین های آنچه گرد آورده اید و از بهترین های آنچه از زمین برای شما رویانده اید، از پوشاک، از مسکن، از خوراک، از امکان، بهترین آنها را به انفاق بدهید و پلیدترین و نجسترین و بدترین و خبیسترین آن را که هیچ کس نمی خواهد و خود شما به اکراه و با تنفر به او نگاه میکنید، اون رو برای خودتون نگه دارید. اون رو به انفاق ندهید برای دیگران و بدانید که خدا احتیاج به انفاق شما نداره، شما احتیاج به انفاق دارید. خدا هم غنیه و هم حمید. خدا فقط قابل ستایشه. این کاری که شما دارید میکنید انفاق ستایش محسوب میشه. شما نه نیاز جامعه رو برطرف میکنید نه نیاز خدا رو. این امتحانته. به امتحانت فکر بکن. خودت رو در جایی بذار که سر کلاس درس نشستی، ورقه امتحانی جلوی تو، بعد امتحان بدی، از این مرحله عبور بکنی. به مدرسه کاری نداشته باش، به معلم کاری نداشته باش، به اینکه مثال پرتقال است یا سیب کاری نداشت، نگاه کن ببین تو عمل اصلی، چهار عمل اصلی رو بلد هست یا نیستی. آخه میگوید روش انفاق این است که بهترین هر چی که داری اگه میخوای انفاق کنی، و الا برو به جهنم. اگر میخوای انفاق کنی، بهترین چیزهایی رو که داری انفاق کن. من خدا به تو دستور میدم یا انفاق نکن. اما اگر انفاق کردی، بهترین اون چرا که داری انفاق کن، از اونهایی که گرد آوردی در دست توه، و بهترین خوراک ها رو، بهترین اون چیزهایی که از زمین رویده می شود. اگه میخوای از چیزهای زمینی خوراک میخوای انفاق کنی، بهترین میوه ها، بهترین محصولات، بهترین خوراک ها برای انفاق است. بدترینش، حالا شما ببینید که شما رو به همین خدا قسم میدن، نگاه کنید، اگر شما در جامعه ای زندگی بکنید که این منتالیتی در جامعه به عنوان فرهنگ حاکمیت پیدا بکنه، یعنی مردم کره زمین بهترین هاشون رو انفاق بکنن، ببینید در دنیا چه اتفاقی میفته. این دیگه کلام من نیست، والله این کلام من نیست. ای مؤمنان، از بهترین آنچه که فراهم کرده اید انفاق کنید. ای مؤمنان،
از بهترین آنچه برایتان از زمین رویانده ایم انفاق کنید. ای مؤمنان، آنچه که پلید است، خبیث است و خود شما فقط وقتی مجبور بشید از اون استفاده میکنید، انقدر خبیثه، انقدر بده، مبادا که از اونها انفاق کنید. بعد چیکار کنم؟ هیچی، خودت مصرف کن، یا مصرف نکن، بریز دور، مردم رو سطل خاکروبه قرار نده، اونها رو برای انفاق در نظر نگیر. بدانید که خدا بی نیازه، به خدا شما کمک نمی کنید برای بار هزارم، به خودتون کمک میکنید. آیه شماره 268: الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. در اینجا به یک موضوع دیگری اشاره می کند که ما تحت تأثیر دو نیرو هستیم. طبیعت آدم، محاسبات ظاهری که آدم می کنه، این که من اگه 100 دلار دارم، 50 دلار از این رو اعانه می دم یا انفاق می کنم، 100 دلار من تقلیل پیدا میکنه، کم میشه به 50 دلار و 50 دلار به طرف تهیدستی میره، به طرف ناداری میره. یعنی من الان از 100 دلار 50 دلار فقیر شدم، 20 دلار دیم باز انفاق میکنم، 30 دلار دارایی من میشه، 70 دلار فقیر شدم. ملاحظه میکنید؟ یعنی انفاق در این حرکت و در این نگرش، انفاق داره به طرف تهیدستی میره. هر چقدر بیشتر انفاق کنی، بیشتر گدا و تهیدست میشی. اما قرآن قبلا گفت هر چقدر که انفاق کنی، مثل تصاعد حسابی هندسی، سرمایه چندین برابر میره بالا. میگوید که شیطان به تو میآموزد که انفاق باعث فقر میشود، اما من خدا که خالق تو هستم و خالق انفاق هستم، من دارم به تو میگم که انفاق باعث افزایش امکان تو، باعث افزایش افتخار تو، باعث افزایش ثروت تو میشه، آسایش تو میشه، آرامش تو میشه، امکانات بهتری برای تو میشه. اون محاسبه رو خدا میگه بذار کنار. این ظاهر امر به نظر میرسه که 100 منهای 40 مساوی با 60. میگوید در حساب من، در متر من، خدا میگوید، آن خدای خالق میگوید، میگوید در محاسبه من 100 منهای 40 مساوی 1600. میگوید هر کسی که به تو این تعلیمات رو داد اون خداست. هر کسی که به تو رو وحشت بیاندازد از توحیدستی، میگه به این 100 دلار دست نزنی ها، اگه گدا بشی تو مملکت غریب هیچ کس به دادت نمیرسه، دو دستی پولتو بچسب، فقیر و مغیر و این حرفا رو هم بذار کنار. این تلویزیون پیوند هم معلوم نیست از کجای دولتی پول میگیری، حرفای مزخرف هم. آقا تلویزیون رو ببند، به حرف این آقا گوش نده، پولت هم بذار تو جیبت باشه، سرمایه پس دستت باشه برای روز مبادا، برای وقتی که مردی، وقتی اگر از گور اومدی بیرون اون وقت خرج کن. میگوید کسی که به شما این حرفا رو میزنه دو سیاست داره، دو روش رو ادامه میده. یکی این که شما رو از تهیدستی میترسانه. منطقا هم همینطور هست دیگه، منطق ظاهر وقتی ما نگاه میکنیم از پول که برمیداریم کم میشه دیگه، قرآن میگه نه زیاد میشه اگه برای انفاقه. دیگر از درسهای شیطان اینه که به شما میگه که برای افزایش سرمایه متوسل به فحشا بشو. یعنی اگر که شما فعل فحشا انجام بدید، ثروت شما زیاد میشه. شما انفاق رو با فحشا عوض کن. انفاق باعث فقر میشه، فحشا باعث رفاه
و افتخار و سربلندی و استغنا میشه. تو غنی میشی، تو بی‌نیاز میشی با فحشا، با عمل زشت. برو دنبال فحشا، برو دنبال برنامه زندگی آقای اپستین، مرد محترمی که دخترهای 12 سال و 14 ساله رو برای فحشا تربیت میکرد و برای ثروتمندان زحمتکش دنیا، من جمله پادشاه ملکه انگلستان با اجازه آقای فیسبوک، پسر دومشون، آقازاده دومشون که برادر کوچک ولیعهد هستند، برای ایشون دختر 12 ساله و 14 ساله میبرده و برای بقیه میدونید پادشاه انگلیس بزرگترین سرمایدار روی کره زمینه، ثروتمندترین بشر روی کره زمین، و امور مالیشون به دست همین آقازاده است، یعنی کارهای تجاری میکنه در دنیا، و بقیه کسانی هم ردیف آقازاده هستن در سطح جهان. اختراعی که آقای اپستین کرده بود این بود که فکر کرده بود که دختر 14 ساله فاحشه خیلی خوبه، به خصوص اگه خوشگل هم باشه تربیتش هم بکنن. گفته بود من یک انقلابی در دنیا ایجاد میکنم که از این خانمای جوان بچه سال تربیت میکنم، پا اندازی اینها رو پیشه میکنم و خود من وارد سرمایه گذاری میشم، مشاور سرمایه گذاری میشم که به شما بگم کجا سرمایه گذاری کن، کجا سرمایه گذاری نکن. اینی که با یک بافت سرمایه داری و سرمایه گذاری و خریداران سهام کارخانه ها و اقتصاد حاکم جهانی به وسیله این دختر بچه ها در ارتباط قرار میگیره. سرمایه گذاری میکرده، نصیحت میکرده، ادوایس میداده، چه میکرده با شاهرگ جریان گردش خون اقتصادی دنیا در ارتباط بوده به وسیله این بچه ها. خیلی باهوش بوده و خیلی زحمت کشید. تو زندان نمیدونم وقتی که اشتباه کرد و یا اون خانومی که شکایت کرد اشتباه کرد که دیدن به اسم پسر پادشاه انگلستان اومده. پادشاه انگلستان مقام پاپ داره، مقام پاپ داره در انگلستان. اصلا علت اختلاف ایتالیا و انگلیس از نظر استکبار مذهبی این است که پادشاه انگلیس مثل پادشاه واتیکان سمت پوپشیپ داره، سمت نمایندگی مسیح رو داره. یعنی حکومت انگلیس اولین حکومت ولایت فقیه در عالم، در تاریخ، هیچ قبل از اون نبود، قدیمی ترینشونه. بعد حکومت عربستان، بعد حکومت اسرائیل، بعد حکومت ایران، بعد حکومت های دیگه است. این گند موضوع که در میاد، توی زندان ایشان رو میکشن، ببینن حالا امروز پسر پادشاه انگلیسه، لابد فردا دختر پادشاه فرانسه. یعنی آقا اینو بکشینش که خیلی پر رو شده. ولی خب میره و چندین میلیارد دلار پول رو پشت سرش. منظور در این آیه قرآن میگوید که خدا به تو میگوید که انفاق باعث افزایش سرمایت میشه، بنابراین انفاق کن و عمل صالح، هم پولدار میشی هم خوشحال میشی، هم پولدار میشی هم ثروتمند میشی، هم اعصابت راحته، هم با یک دنیا شرف و افتخار زندگی میکنی و قلبت روشن میشه با عمل ثواب و انفاق. در مقابل تو شیطان هم در کنار این آدم ها میره، یه دست به پولت نزنی از بین میره ها، گدا میشی، خودت از این یتیما بدبختر میشی. به یتیم پول چه، به خور خودت نگهدار. و ضمناً تو الان پولی نداری، چقدر پول داری آقا؟ من 20 میلیون. 20 میلیون سر اینجوری بکنی از بین رفته. بیا شروع کنیم به کار کردن، بیا من یه پروژه‌ای دارم بهت نشون بدم. ضمناً امروز برای این خسته به نظر میرسی نیست؟ یکی از این دخترها هست، ماندانا سکوتی اسمش هست، اینو من میارم، 13 سالش هم بیشتر نیست ولی خیلی دختر خوبیه. با این امشب رو بگذرون، به نظرم میاد خیلی کسل هستی، حالت بهتر میشه.
چیزی هم اگه خواستی بدیم، ما فقیر هستیم دیگه، زندگیمونو بگذرونیم. قرآن میگه که در مقابل شیطانی که میگه پولتو دست نزنان، فقیر میشه از بین میری، به جاش هم پولتو نگه دار، هم کاری بکن که سود داشته باشه. تجارت یعنی چی؟ تجارت آقا یعنی گدایی. خانم بیار و ببر برای اینها. میگه خانم هم پر خانم تو دنیا، میگه بیا من یه کار جدید یاده بدم، یه هیچ کاری نکرده. تمام این پااندازایی که در سطح جهانی کار میکنن، دکتر و مهندس و اینها هم هستن و عناوین دارن، ادوایزر مالی هن و از این چیزا، اینا هیچ کدوم کارشون نمیگیره. انقدر فاحشه زیاد شده که بیشتر از مصرف شده، اوورلود شده مارکت فاحشه. خب میگه من چه خواهی دوستم یاهان؟ فاحشه بچه 10 ساله، 12 ساله، 14، 13، اینا را اگه بتونی بیاری، خیلی بازار دارن اینا، مشتری خیلی زیاده، اونم رفته دنبالش رو درست کرد. قرآن میگه این شیطانی که میاد به تو میگه که انفاق نکن فقیر میشی، فحشا بکن پولدار میشی. من میگم یا قرآن، ببینیم که من اینا رو هزیان گفتم یا اینکه قرآن اینها رو میگه. چون بعضی وقتا من هزیان هم میگم چون خیلی خسته میشم. آیه شماره 268 رو اجازه میخوام که از قسمت دیگری برای شما بخوانم. آیه 268. سرعت ما هم خوبه، خوب سرعت هست الحمدلله. در آیه 268 میفرماید که الشیطان یعیدکم، به شما وعده میدهد، قول میدهد، شما رو در واقع میترساند، الفقر، از فقر ناشی از انفاق، و یأمرکم، و شما را امر می کند در ارتباط با افزایش سرمایه، بالفحشاء، به انجام فحشا، شما را می ترساند از فقر و تشویق می کند برای مبارزه با فقر و به انجام فحشا. شیطان است دیگه. والله، در حالی که الله یعیدکم، وعده می دهد شما را، مغفرتا، به بخشش و به مغفرت، منه، از سوی الله، و فضلا، و همینطور به فضل و عنایت، والله، و چنین است الله، واسع علیم، واسع، وسعت دهنده، گشاینده، دانا، آگاه و آگاه کننده. آیه 268. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. هر که را بخواهد، هر که را بخواهد حکمت بخشد، و اون کس که فرزانگی و حکمت یابد باید که بداند که نکویی بسیار یافته است، بسیار بسیار یافته است. و در این مقوله جز خردمندان پند نگیرند. آیه 269. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذک إلا أولو الألباب. آیه شماره 290.
آیه شماره 270 و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. خداوند بر آنچه که انفاق می کنید و بر آنچه که نذر می کنید، بر انفاق شما و بر نذر کرده های شما آگاه است. شما خدا هر آنچه را که انفاق می کنید و هر آنچه را که نذر می کنید بر آنها آگاه است و خدا اهل ظلم و ستم را نصرت و یاری نمی کند. آیه شماره 271 تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر آشکارا صدقه بدهید، صدقه یعنی تضمین صحت و تصدیق صدق انفاق، جنسش همون انفاق هست ولی درجه سختری داره، یعنی در اثبات حقانیت انفاق. شما وقتی یک پولی رو میپردازید، یک امکانی رو میپردازید، صدقه نام داره. اگر آشکارا و الان پیدا صدقه دهید نیکوست، و اگر در نهان و پنهان و پوشیده به تهیدستان بدهید برایتان بهتر است، هم اون نیکوست، این بهتر است و بخشی از گناهان رو میزداید، بخشی از گناهان رو، و خداوند به کردار شما آگاه است. قانون انفاق، صدقه، احسان، زکات، کمک، عرض الله، همه اینها یکیست. قانون کمک کردن هم باید علن باشد، هم باید سری باشد، هم باید پنهان باشد، هم باید آشکار باشد، به عنوان قاعده و قانون. به نظر من اگر کمک کننده و کمک شونده با هم روبرو میشن، یعنی هیچ چاره ای نیست که شما میخواید الان فرض بفرمایید که به یک گدایی تو خیابان پول بدید، شما هیچ چاره ای ندارید که با پست برای این بفرستید، از طریق سازمان بفرستید، نمیدونم، هیچ چاره ای ندارید. الان باید به این کمک بشه و الان هم شما باید کمک بکنید. این شرایطی که پیش میاد باید سری باشه، الان نباید بشه. آبروی اون گدا خودتون نبرید، که نباید اون فقیر و اون گدا انفاق کننده رو بشناسه. به نظر من در اون حالت باید سری باشه، یعنی وقتی که انفاق شونده در مقابل انفاق کننده قرار میگیره، یعنی یک بچه یتیمی که از شاه آب میخواد آب بخوره یا یک ساندویچ میخوان براش بخرن، ببینه این ساندویچ رو من خریدم دادم دستش، گدای من بشه. اون رو باید ترتیبی داد که کمک شونده از کمک کننده با اطلاع نشه، یه سازمانی باشه میره از اون سازمان میگیره، میدونه که اینا هم کارمندن اونجا نشستن، هیچ کدومشون اینها پول ندادن اونها. من همیشه این رو رعایت میکنم. من یه وقت هم اگه توی خیابان بخوام به فقیری کسی پول بدم،
اگه با بچه ها همراه باشیم و اینها، با بچه ها این کار میگم، به بچه ها پول بدن. اگر هم کسی نباشه، خودم باشم، براخره از اتومبیل میرم پایین تو پیاده رو نگاه میکنم، ولی یه آدم محترمی رو پیدا میکنم، بهش این پول رو میدم، میگم اینو بده با اون فقیر. نمیخوام چشمش تو چشم من بیفته و اصلا منو ببینه یا به یاد بیاره. یه مقداری هم ضعف خود من البته، که خود منم نمیخوام اونو به یاد بیارم. اما وقتی که ما شما این کار رو به عنوان سازمان انجام میدید، مجبورید که علنی باشه، بایدم علنی باشه. چون مثلا همین سازمان خیریه ما یا سازمان امید، اگر ما اینها رو نشان ندیم تو تلویزیون که ما داریم این کارا رو میکنیم، خب شما از کجا خبر میشید که ما داریم کار خیر میکنیم، باید کمک کنید، پول بدید شما؟ علم غیب که شما ندارید که ما سری کمک کنیم. یه شرکت سری درست شده، کمک های سری میکنه در یک کشور سری. شما بیاید به این کشور سری توسط من سری کمک سری بکنید. این که نشد که، نمیکنن. باید ببینن این پولی که دادن تبدیل شده به این لوله، رفته تو این چاه، تا 100 دلار دیگه بدن. انقدر هم سر این مردم کلا گذاشتن و مالشون رو خوردن که این مردم از دست امثال ما بدبخت شدن. ماها مردم رو بدبخت کردیم. مردم بس که دزدیدیم، بس که دروغ گفتیم، بس که ناموس خدا رو بردیم تو بازار فروختیم، بلکه این قرآن و ایمان رو بردیم تو خیابون فروختیم برای 2000 دلار، 10000 دلار، 100000 دلار. مردم آدم با یه مش دوست طرفن. صد رحمت به آخوندهایش بشو، دیدن اینا که کرباتی هن و اینا که لباس مدرن می پوشن، اینا هزار برابر از این آخونده دوستر و خائنتر هستن. گفتن بابا بازم گلی به جمال همین روحانیتی که بالاخره 1500 سال مثل زالو دارن خون ما رو میخورن، هنوز زنده ایم. اینا که جوان اومدن و اینا که تازه کارن و اینا که اینا اصلا گوشت و پوست و استخوان همه چی رو میبرن و میخورن و میرن. ما الان چنین سابقه ای داریم در دنیا که ما در دزدی و خیانت روی این آخوندها و ملاها رو سفید کردیم. این است که باید به مردم هم حق بدیم. حالا ما برای اینکه نشان بدیم که ما داریم آدم میشیم، دیگه نمی دزدیم، تا حالا دزدیدیم، غلط کردیم، کسافت خوردیم، دیگه نمی کنیم از این کارا، باید نشان بدیم به مردم که الان این چاه آب داره زده میشه، هنوز هم نصف پولتون رو می دزدیم، ولی اون نصف دیگه شو حداقل به کار میبریم. منظور این که علن و سر در این دو مورد کار میکنه، که یکی باعث تشویق اعانات و انفاق ها میشه و یکی از خجالت کشیدن محتاج و خرد شدن شخصیتش جلوگیری میکنه. آیه شماره 202 عرض میکنم که 72: لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. به کسان یه هدایت انفاق میکنید، هنوز موضوع انفاق است، مسئولیت هدایت اونها با تو نیست. به این یتیم کمک میکنیم؟ نه. چرا؟ این ارمنی نجسه. آن به این چی؟ این هم ارمنی نیست ولی این هم مسیحیه. خب این هم که نجس شد. آخه یتیمه، به جهنم که یتیمه، داره میمیره از گرسنگی، به جهنم که میمیره. این آفریقایی بچهش داره میمیره از گرسنگی. اینا که آقا مشرکن، من رفتم خودم دیدم، اینا یه سنگی دارن به نام هوهو، میچرخن دور این سنگه و هی دایره میزنن پاشونو میکنن. آقا اینا بت پرست واقعی هن. بذار بچهش بمیره، یه بت پرست مرده راحت تر میشه. خب اینم مال این
این یهودیه چی؟ اینا که اشغالگرن، اینا متجاوزن، این یتیم رو میخوای بزرگ بکنید یه سرباز بشه آقا، میره فلسطینی‌ها رو میکشه، به این پول ندیم بذاریم بمیره. خب پس ما تصمیم میگیریم اول همه اینها رو هدایت کنیم به راه راست، بعد اونهایی که به راه راست هدایت شدن اکثرا طول میکشه، مردن همشون تا به هدایت برسن چون گرسنه هستن، وقتی هدایت شدن اون وقت اینا رو چنین چنان میکنیم. قرآن میگه نه، این کار رو نکنید، مسئولیت هدایت آنها بر عهده شما نیست، خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند. و انفاق کردن از اموال خود به سود خود شماست قبل از اینکه به سود اونها باشه، و جز برای رضای خدا انفاق نکنید، جز برای اطاعت از خدا و رسیدن به رضای خدا برای هیچ چیز دیگری انفاق نکنید. هدایت افراد ارتباطی با انفاق شما نداره، به کاری که به شما مربوط نیست فضولی بیجا نکنید و برای خدا تصمیم نگیرید و وکیل خدا نشوید. و جزای هر مالی که ببخشید به شما باز می‌گردد و هرگز ستمی بر شما نخواهد شد. آیه شماره 273. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقه برای نیازمندانی است، صدقه برای افراد مستمند و نیازمندی است که در راه خدا از کار ماندند، از پا افتادند و قادر به ادامه راه نیستند، از رفتن عاجز ماندند. الله اکبر، درست همین مرز مکزیک و آمریکا رو نشان میده. صدقه از آن نیازمندانی است که در راه خدا، راهی که راه خداست، هجرت همیشه راه خداست، از کار و از توان و از نیرو و از امکان افتادند و از رفتن ناتوان و بی‌نصیب، ناآشنایان بی نیازشان میپندارند، اونقدر شرافت دارند، اونقدر غرور دارند که کسانی که با دل آشنا نیستند، دل آشنا نیستند و ظاهر و بیرون به اینا نگاه میکنند تشخیص نمیدن که اینها فقیر هستند، اینقدر اینها در واقع غیرت دارند و اینقدر بزرگ منش هستند، در عین فقر و نیاز جامعه خودش رو تمیز میکنه ولی صد جای این جامعه پار است، همه رو میدوزه، تمیز، پاک، خوب، سرفراز، دو روز غذا نخورده، چشماش زرده، لبهاش میلرزه، دستهاش میلرزه. دیدم اینها رو، پول قبول نمی کنه. شما پول میخوای نهار بخوری یا این ساندویچ رو میخوری؟ می نه، تازه غذا خوردم، اشتها ندارم. کوه با عظمت، اصلا گدا صفت نیست،
و اصلا معتقد به گدایی نیست و نمیپذیره. ناآشنایان ایشان را بی‌نیاز می‌بینند و بی‌نیاز می‌پندارند، ولی آنها را به رخسار می‌شناسید. اگر چشمتون رو باز کنید و از کوری نجات پیدا بکنید، چشم دل رو باز کنید، دل اینها رو ببینید، دل به دل نگاه کنه، اون وقت می‌فهمید که چند روز غذا نخورده، چطور شرافت و نجابت خودشون رو حفظ میکنند. خدا شاهده در این آواره هایی که از این کشورهای آمریکای مرکزی مثل السالوادور یا گواتمالا یا نیکاراگوا، از این کشورها اینا میان به آمریکا به امید آمدن به آمریکا، از مکزیک باید عبور بکنن بیان به آمریکا، تو اینها نگاه میکنه، دختران جوانی که آدم هضم میکنه که به صورت اینها نگاه میکنه، اینقدر وجیه، اینقدر خوب، اینقدر دوست داشتنی، سه روز غذا نخورده، شرافتش رو حفظ میکنه، افتخار و حیثیت خودش رو حفظ میکنه و هرگز تن به کار فحشا نمیده و در اوج ایمان و افتخار گرسنگی میکشه ولی شرافت خودش رو حفظ میکنه. ما تو این دنیا با این آدم ها هم روبرو میشیم و در مقابل اینها هم خجالت میکشیم، هم سر تعظیم فرود میاریم که من اگه جای اون بودم هیچ وقت مثل اون نبودم، یک روز تحمل نمیکردم، هر دوزی هیزی که بود تو دنیا انجام میدادم. من ناآشنایان ایشان را بی نیاز می پندارند ولی آنها را به رخسار می شناسید اگه آدم بشید، که هرگز با اصرار از مردم درخواست نمی کنند و هر مالی به ایشان ببخشید خداوند از آن آگاه است. که خداوند از آن آگاه است. جناب آریان افغان بیننده فکور و اندیشمند ما میگوید که هر آیت از این کتاب بلند مرتبت یک معجزه است. وقتی که متوجه میشویم همه هستی یک قرآن است، از بزرگترین پدیده ها گرفته تا کوچکترین ذره ها، به اصطلاح آنچه ظاهر پرده است یا ظاهر بوده است، همه یک مثال بر باطن، آنچه ظاهر بوده است همه یک مثال بر باطن بوده است و هم ظاهر و هم باطن در انسان است. وقتی که انسان وسیله حیات آیات مبارک این کتاب قرار می گیرد، یا بر انسان آیات وحی می شود، عقل از عظمت این کتاب در حیرت فرو می آید. امید دارم این شبکه و این پیوند جهانی در افکار مردمان روی زمین نشر شود و بشریت مست این آیات گردند و همه از این شراب پاک بنوشند. به احساسات پاک شما برادر ارجمند سر تعظیم فرود می آورم و از احساسات لطیف شما و حس همدردی شما با همه فقرا و با همه نیازمندان جهان برای شما حرمت خاصی در قلبم قائل هستم. دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم، باز می‌گردیم و با